به دانایی برسی عاشق فوتبال. یعنی هر چی هر بله بگیم میتونم چه مدرسه عاشق فوتبال. بازی که میکردیم چشمم به یک بچه لاغر و سیاه چرده خورد. گفتم که اسیا لنتیکا ایسو، یعنی این جوان چهره سیاه این کجا بود؟ بچه کجاست؟ گفتم پسر قایقران. چون هم شخصم بود هم با گام های خیلی بلندی میدوید. ما همیشه از سیروسی خاطره خیلی زیبایی داشتیم، یه لبخند خیلی ملایمی داشتیم که تحویل آدم میداد. شما ندیدیم با سیروس وقتی صحبت میکردی همیشه لبخند تو لباش بود. اصلا دوست داشتنی بود، اصلا تو خیابون راه میرفت تو راه رفتنش میدیدی یه جور این راه میرفت که آقا اصلا تو نگاه نکنی این کاپیتان تیم ملیه. اصلا این دندونای این سیروس اقرام داشت، وای خدا دندون اونه من فکر نکنم تو ایران کسی داشت باشه. لبخندش ببینید نگاه، لبخند سیروس اقرام ببینید بگید آقا لبخندش بقید نگاه. سیروس هم یه بازیکن استثنایی بود، تکنیکش استثنایی بود، بازیکن بسیار خوبی بود. یه بازیکنی بود که شاید هر 10 سال 15 سال یه رو از این بازیکن متولد بشه. به این خوشفکری و به این درایت به عنوان کاپیتان که در تیم داشته واقعا همون رو جمع جور میکرد. از صبح تا عصر اگه با ایشون بودیش و خسته نمیشون، از صحبتاش خسته نمیشدی، از حرکاتش خسته نمیشدی. آدمی نبود که کسی را از خودش برنجونه. سیروس چهرهش همیشه خنده بود، یعنی ما تو هر شرایط اینو میدیم خنده داشتیم. یعنی سیروس هیچ وقت من اخونه ایدم مثلا اخ کنه یا مثلا به یه چیزی پشر بشه، همش خنده بود. یعنی سعی میکرد شوخی کنه، اون محیط مثلا یه جوری شاد کنه. من گاهی وقت میدیدم مثلا سیروس با دو سه نفر داره حرکت میکنه، اون دو سه نفری که در کنارش بودن تکبر اونا به مناطب خیلی بیشتر از سیروس بود، که سیروس مثلا با اونا میگفت میخندید ولی اونا خیلی همچین محکم در کنار سیروس وایستاده بودن. خب بله، در کنار یه همچین آدمی آدم احساس غرور میکنه. سیروس قایران از اون مربی ها از اون بازیکن ها عکاسی نمیکرد، از مردم عکاسی نمیکرد، دستش جلوی مردم دراز نمیکرد. کیا باید دستش میگرفتم؟ در عالم ورزش باید اون بالاترین نفری که تو شهر بود باید همونو میومدن دستشو میگرفتن، باید اینو حرکت میدادن، نمیذاشتن که سیروس قایران او افتخار انزلی بره تو بندر عباس. سیروس اون زمانی که یه فوتبالشو گذاشت کنن و از یا بودن که تردش کردن، از این شهر باید شدن که از این شهر بره. چرا باید یه همچه اتفاقاتی بیافته؟ چرا ما اونایی را که داریم قدرشو نمیدیم؟ بعد یه اتفاقی میافته، میان برای سالگرد میگیم سر دست میشکنیم، عشق تمثال میدیزیم واسه شدیم، همچین که از ما جدا میشن، از دستمون میرن، میگیم که آقا ای کاش بود، ولی هست قدرشو نمیدونیم.